خوش اومدید به یه ویدیو دیگه. من بردی الپی ام و امروز اومدم با یه بازی جدید فوق‌العاده باحال. دمتون گرم، مرسی واسه همه حمایت و کامنتایی که واسه من میذارید. بدون معطلی بریم سراغ بازی. خب آقا، همین لا که من داشتم اینترو رو میگرفتم، یکی اومد زنگ در رو زد. مثل اینکه بذار ببینم چی جوریه داست. اوه سلام، چطوری؟ آقا یه چیزی داره میگه یارو، میگه که من طرف بابات و اینا اومدم، حالا کامل من متنشو نخوندم، بیا برو یه کارخونه یه چیزی هست باید را بندازی. میخوای بذار متن رو بخونم؟ ببین، مثل این که خود بابا هست اصلا، میگه که من خیلی پیر شدم واسه این که بتونم کارخونه و اینا را بندازم، بیا کلید کارخونه رو بدم به تو، برو اونجا رو اوکی کن. یه دونه مپ به شدت بزرگ داریم یا اول فصل. کارخونه‌مونم همون تهه و اینکه الان چیکار کنم دیگه، تسک تمومه. خب کلیدو بده عمو جان. اینجا هیچ نیست. بذار یه نگاهی اول تو کل خونه بندازیم ببینیم وضعیت چه جوریه. به هر حال ما می‌خوایم اینجا سالها زندگی کنیم و بعد بدونیم چه خبره دیگه. راپله رو که میای بالا یه دونه اتاق هست. او اینجا کامپیوترمه، احتمالاً خریدهای کارخونه و اینا رو باید از اینجا انجام بدیم. بچه‌ها این بازی بعد از سنتر استیشن میاد توی لیست بازیایی که قرار استریمشون بکنیم و ادامه داستان میاد این طرفی، احتمالاً یه شب در میون میشه، یه دفعه از این استریم میذاریم یه دفعه از اون. کوالیتی بازی خیلی باحاله، من خوشم اومد. فکر کنم قبلاً از نسخه اولیه‌اش واسهتون ویدیو درست کردم. بذار آقا ما یه کاری کنیم، بریم سوار ماشین بشیم. میشه که من بیام بیرون از این سکانس؟ نه، دستی رو با چی باید بکشی؟ بی شیفتر چیه الان؟ اینم نیست. بنزین رو داره اون بالا نشون میده، دستی رو نمیدونم با چی باید بکشیم. آره بزنیم ماشین رو ریست میکنه، اچ هایت میکنه منو رو. جالبه ولی نمیدونم این دستیه با چی میخوابه. شاید هنوز اون موقعی نشده که ما بتونیم با ماشین بریم این ور اون ور. این یارو گفت من میام کلید بهت میدم، نمیدونم اصلا کلید به من داد چیکار کردی آجی، کلیدو کجا گذاشتی؟ من که چیزی نمیبینم. کلی کاراکتر باحال و جذابم توی مپ هست که هر کدومشون داره یه کاری میکنه. صدایی از هیچ کدومشون من نمیشنم، صدایی در نمیاد، ولی حرکتی که باید بزنیم اینه که با این ماشین بریم به سمت اون کارخونه. فقط اینکه دستی و با چی میشه خوابوند من باید متوجه بشم. حالا آقا فهمیدم، با اسکرول موس باید ماشین رو بذاریم تو دی که بتونیم بریم سمت کارخونه. فکر کنم اینوری باید بریم اگه اشتباه نکنم. مپ بازی دوباره، ببین مشکلی که من دارم با مپ بازی، وقتی سوار ماشین شدی نمیتونی مپ رو باز کنی، خیلی بده. حالا فکر کنم کارخونه همینجا باید باشه دیگه، باید یادمون بمونه. خیلی رفت و آمد قرار نیست بکنیم. بذاری لحظه من پیاده بشم. اوه اوه، میخوای پیاده شی هم باید ماشین رو حتما بذاری تو پی. بایست اوکی، اینجا پیاده میشیم، یه چک میکنیم دوباره ببینیم کارخونه کجاست و درسته دقیقا دمه در کارخونه هستی. یه برمیگردی حالا، اینش خیلی بده. گیمی که مپش ایراد داشته باشه رو من باش خیلی کنار نمیام. حالا باید بریم ببینیم که داستان چجوری هست. آقا خونمون همین کوچه روبرویه. خب این کارخونه هست، فقط در ورودی کارخونه نمیدونم از کجاست، احتمالا باید از این پشمشتا باشه. بابا همونجا سر خیابون یه دونه در میذاشتی راحت میرفتیم میومدیم دیگه، چه کاری آخه اینقدر پیچیده میکنی داستان. آها ببین این پش باید بیاد. این مسیر رو کامل یادتون بمونه، تو ذهنتون بسپارید که کلی کار داریم با اینجا. به 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 به، یه کارخونه فوق‌العاده بزرگ. من همینجا وای میستم، ماشین رو میذاریم توی پی و پیاده میشیم. خب افتش که ماشین رو پارک کن، بذار توی شیفتر رو برو توی کارخونه. چقدر بزرگه اینجا آقا، چه داستانی ما خواهیم داشت. حالا فقط ببین که چه اتفاقایی قراره بیفته. اینجا رو یه جوریه که کلن اصلا با ماشین باید بری بیای تو خود کارخونم، خیلی بزرگه. ولی تسکی بهم نداد. وایسا ببینم، شاید ماشین رو باید خاموش کنی. یه دستگاهی هم اونجا هست فکر کنم انبار رو نشون میده. بذار من دیگه سوارشم پیاده شم ببینم تسکه تکون نمیخوره. حالا یه نگاهی میندازیم جلوتر این مانیتوره رو ببینیم چیه. فکر کنم موجودی انبار رو باید نشون بده، یا خریدا و اینا رو باید از اینجا انجام بدیم، یا اینکه کامپیوتری اون تو هست. خب ببین تو استوریجمون متریال خام میتونیم بذاریم که باهاش چیزای مختلفی میشه درست کرد، که من فعلا هیچ کدومو ندارم. این چیه؟
خیلی بازی داستان باید داشته باشه و به این راحتی ها نیست. بازی سنتر استیشنی که ما توش به شدت خبره شدیم هنوز کلی داستان داره که متوجه نشدیم دیگه. این بازی با این مپ و با این وسعت داستان خودشو داره. خیلی باید احتمالاً پیگیرتر از این حرفا باشی. من ترجیح میدم که الان یه چرخ این تو بزنم اتاق اصلی رو پیدا کنم. هیچ راهنما و کمکی هم نداریم، فقط یارو اومد گفت یا آقا برو کارخونه رو راه بنداز. آها این انگار اتاق اصلیه و کامپیوترم. این کامپیوترم به نظر میاد که همون کامپیوتریه که تو خونه هست. متریال خام، متال، وود، پلاستیک، از همهشون یکی یه دونه من میخرم ببینم چی کار میتونیم باهاشون بکنیم. قطعا باید دستگاه بذاریم که بشه از اینا استفاده کرد. و اینکه این چیزای خامی که خریدم اصلا کجا میاد؟ میره تو انبار الان. بذار با ماشین بریم یه چک بکنم ببینم چه خبره، اینا کجا اومدن. یه چیزی هم دم در ندیه، اون که در ورودیه. هیچی، فقط جا خواب من فکر کنم لازم دارم. نمیشه اینو تو پی نذاری پیاده شید، تو دی بذاری و داستان میشه. یه چیزایی اومد. این الان استوریج رو که چک بکنیم، 10 تا چوب دارم، 13 تا متال دارم، 10 تا هم پلاستیک. اوکی، حالا چی باید بسازم با اینا؟ و این که اصلا این متریال خام من کدوم هاست؟ این ستاه؟ بکنم همین باکسایی باشه که اینجا گذاشتن. آقا اینجا احتمالا کاری نداریم. حالا من دوباره سوار ماشین میشم، میرم به سمت در ورودی. وای این الان تو آر زدن خودش دوباره داستانه. چرا نمیذاری من از WASD استفاده کنم واسه حرکت؟ برو جلو. یه دوری کلا اینجا هم من بزنم ببینم چه خبره. نگهبانی داستانی، من 2-3 هزار دلار پول خرج کردم، 21 هزار دلار هم هنوز پول داریم. نگهبانم هست، نمیدونم کیه این. داشت با یکی بای بای میکرد بنده خدا، اصلا حواسش این ور نبود. اینجا هم یه نگهبانی دیگه هست. این فضاییه که به احتمال خیلی زیاد ما دستگاهمون رو باید بذاریم و چیزا رو تولید کنیم. اینجا هم ماشینیه که گهبه ها رو باید باش جا به جا کرد. و این هم یه چیز دیگه است. این چیه دیگه؟ اینجا رو همین نگاه بندازیم. بچه ها اگه در جریان بازی هم هستید حتما توی کامنت ها به من کمک کنید، برام بنویسید. و اینکه یادتون نره که حتما حتما کانال استریم من هم سابسکرایب داشته باشید. هفته 2-3 شب حتما استریم داریم توی کانال جدید استریممون. لینک کانال هم توی دیسکریپشن هست، اونجا حتما عضو بشید که استریم ها رو از دست ندید. خیلی از بچه ها هنوز در جریان نیستن که ما داریم چیکار میکنیم. خب آقا این متریال خامو من خریدم. اوکی، حالا به احتمال خیلی زیاد یه دستگاهی باید پیدا کنم که بتونم باهاش وسیله بسازم. حالا چی میسازی و چی کار میکنی و اینا رو باید اینجا چک کنی. ببین قسمت اول که رو متریال بود، قسمت دوم استوریج، سل پروداکت، منیج فکتوری. اینجا میشه آپگرید کرد، استوریج رو بزرگتر کرد، برق رو قوی تر کرد، گارد استخدام کرد، اسم برای کمپانی گذاشت که فعلا کاری باهاش نداریم، خیلی مهم نیست. یه بخشی که فوق العاده من بهش علاقمندم و شما هم در جریانید، بخش وامه. وام گرفتن توی بازی شبیه‌ساز واقعا جذابه. مارکت چیه؟ اینم یه چیزای دیگه است. آقا خیلی بازی تخصصی و پیچیده هستش. فقط این که من بخوام دستگاه بخرم بذارم اینجا باید چیکار کنم؟ ببین یه نکته‌ای که بازی داره این علامت‌ها این وسطه. فکر کنم داره نشون میده که مثلا تو چه قیمتی اگه بخری مناسب‌تره، تو چه قیمتی بفروشی یا اصلا نیگر داری اینا رو. الان اون چیزای خامی که من خریدم و همین حالا میتونم بفروشمشون، ولی این کارو نمیخوام بکنم. به احتمال خیلی زیاد دستگاه‌ها رو هم باید با همون بسازیم. ما یه چرخ کلاً تو مپ بازی باید بزنیم که بفهمیم داستان چی جوریه. ببین الان نقشه رو که باز کنی، خب اینجا که فکتوریمون، کارشاپ، هوم، هاردویر، باب، سوپرمارکت، گس استیشن که پمپ بنزینه و کاری باش نداریم. جایی که دستگاه بشه خرید کجاست؟ این یه نکته خیلی مهمه. نکنه که از همین جاها باید یه کاری بکنیم. تبلتی، تلفنی، هیچی ندارم، هیچی نمیتونم دست بزنم، ولی قطعا دستگاه میشه خرید. آقا یادتون نره اگه بلدید بازی رو تو کامنت ها حتما برای من بنویسید. اینجا موتورخونه است. اوکی، این برم که اومدیم قبلا دیدیم. این فورکلیفت است که میتونیم، اینم فکر کنم میشه سوار شد دیگه احتمالا.
اینو نمیشه، اون یکیو میشه. یکی از اینا رو به هر حال باید بتونی سوار بشی بشه یه کاری کرد باهاش. خب آقا من باید پیدا کنم که دستگاه رو چجوری باید بخریم. اگه شماها در جریانی تو کامنت ها برام بنویسید بهم کمک کنید میشه بری بالا؟ نه پشت اون مثل اینکه خبری نیست. حالا یه کاری میشه کرد، همین متریال خامی که من اون موقع خریدم و شاید بتونم بفروشمش اصلا. به احتمال خیلی زیاد ببین چیزی که من فکر میکنم سفارش خود دستگاه ها هم باید از تو همون کامپیوتره باشه، از همونجا باید ما بتونیم یه چیزی بخریم که بتونیم باش کار کنیم دیگه. ببین الان مثلا من سل پروداکت رو میزنم، حالا تستی وود 10 تا دارم، قیمت نرمالش 80، الان 110. اینو مثلا میگه که چقدرشو میخوای بفروشی؟ چند تا داشتم مثلا؟ 10 تا. من میگم مثلا آقا 5 تاشو ندارم. 50 تا که چرا 50 زد؟ 5. آها این اوکی شد. ببین چیزایی که میگه برای فروش خوبن الان همین هست. فکر کنم من خودم 80 دلاری خریدم الان دارم 110 دلاری میفروشم و خفن واقعا. اینجا هم چیزای عجیب غریبی دارم میبینم که متوجهشون زیاد نمیشم. وام داریم، این وامه رو حتما ازش استفاده میکنم. و اینکه دیگه چجوری میتونی یه دستگاهی بسازی که بشه باهاش تولید کرد، مثلا میز بسازی، صندلی بسازی. خیلی بازی خفن و بزرگیه، ولی به خاطر اینکه دفعه اولیه که ما اومدیم یه نگاهی بهش بندازیم درست بلد نیستم. بازم تاکید میکنم که اگه شما در جریان بازی هستید و میدونید که داستانش چجوریه و از کجا باید کارو شروع کنی، حتما توی کامنت ها برام بنویسید که این گیم هم تا آخرش با هم دیگه بریم.